اینجا جزیره آختاماره، یه جزیره زیبای آهکی در دریاچه وان، جزیره‌ای که به خاطر تاریخ پرفراز و نشیبش افسانه‌ها و رازهای زیادی رو در خودش پنهان کرده. این جزیره به دلیل وجود کلیسای جامع تاریخی ارمنی مورد توجه بسیاری از گردشگران از کشورهای مختلف جهان قرار گرفته. برای گشت و گذار تو جزیره و بازدید از کلیسای تاریخی صلیب مقدس باید از این مسیر که بر روی صخره‌های آهکی کشیده شده عبور کنیم و تا ارتفاع حدود 80 متر بالا بریم. درختانی مثل زیتون وحشی و بادام پوشش گیاهی جزیره رو تشکیل میدن. شکوفه‌های صورتی رنگ بادام در فصل بهار زیبایی خاصی به منطقه میده. وقتی تو اینترنت تصاویر این دریاچه رو جستجو می کنید با مناظر بسیار زیبا و کارت پستالی از جزیره مواجه می شید، به طوری که اون رو غرق در شکوفه های بادام می بینید. تو کشتی که بودم بهتون گفته بودم یکی دیگه از افسانه هایی که به این جزیره مربوط میشه رو براتون تعریف می کنم. یک روایت عاشقانه در خصوص این جزیره وجود داره که هوانس تومانیان شاعر ارمنی هم اون رو به نظم در آورده. بر این اساس گفته شده کشیش اعظم یا پادشاه این منطقه دختری به نام تامارا داشت. این دختر عاشق یک پسر روستایی شده بود و برای اینکه هر شب با اون پسر ملاقات کنه بالای یکی از تپه های جزیره می رفت و آتیش روشن می کرد. پسر هم که ساکن روستای اطراف جزیره بود با دیدن نور آتیش شناکنان خودش رو به سمت جزیره می رسوند و با دختر ملاقات می کرد. پدر تامارا که از موضوع مطلع شد برای اینکه از شر این پسر راحت شه قایقی بر می داره و درون اون آتیش روشن می کنه و اون رو تو دریاچه رها می کنه. پسر هم از همه جا بی خبر به سمت قایق سرگردان در تاریکی دریاچه گم می شه و در نهایت غرق میشه. مردم محلی میگن چون پسر قبل از غرق شدن فریاد میکرد آختامارا آختامارا، اسم این دریاچه رو آختامار گذاشتن. البته در زبان ترکی آختامار به معنای رگ سفید هست. مردم وان به این جزیره جزیره عشق یا جزیره مهربانی هم میگن. با این اوصاف تقریبا همه اسامی به یک نقطه ختم میشن، یعنی عشق. در یکی از تپه های مشرف به دریاچه سوان در کشور ارمنستان مجسمه شاهزاده تامارا که در انتظار عشقش ایستاده و به دریاچه خیره شده با الهام از این افسانه ساخته شده. ممکنه این سوال به ذهنتون خطور کرده باشه که واقعا علت وجود این همه اشتراکات فرهنگی بین این بخش از خاک ترکیه و کشور ارمنستان چی میتونه باشه؟ در پاسخ به این سوال باید خدمتتون بگم این پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی به پادشاهی واسپوراکان یا هشتمین ایالت ارمنستان بزرگ در قرن دهم میلادی مربوط میشه. گالیک یکم پادشاه ارمنی واسپوراکان پس از استقلال جزیره آختامار رو به عنوان مرکز حکومت خودش انتخاب کرد. او در سال 915 میلادی یعنی 1107 سال پیش به مانوئل معمار معروف ارمنی دستور داد مجموعه ای از کاخهای حکومتی به علاوه کلیسای صلیب مقدس رو بنا کنه. ساخت کلیسا و کاخهای حکومتی حدود 6 سال زمان برد. مانوئل در طراحی کلیسا اجزای مختلف رو به شکلی قرار داد که با تغییر زاویه تابش خورشید یکی پس از دیگری جام می‌گیرن و نمایان میشن. نمای زیبا و قرمز رنگ کلیسا به خاطر استفاده از برش‌های سنگ‌های آتشفشانی توف هست که حس خوبی رو به بینندگان القا می‌کنه. همه داخل کشتی هست، ما کشتی حرکت میکنه. ساعت 2 الان ساعت 1:10 دقیقه.
درب ورودی کلیسا به صورت کوتاه ساخته شده. این حالت کوتاهی سبب میشه که حین ورود به حالت تعظیم و احترام وارد بشیم. در سمت راست ما چاه آرزوها قرار گرفته. مردم سکه هاشون رو به درون چاه میندازن و بر این باورن که اگه سکه در یک قسمت خاصی قرار بگیره، آرزوهای اونها برآورده میشه. فضای داخلی کلیسا کوچیکه و تا حدودی به کلیسای سنت استپانوس که در جلفا قرار گرفته شباهت داره. در گذشته روی دیوارهای داخلی کلیسا نقاشی‌های قدیمی وجود داشت که احتمالاً به وقایع تاریخی خاندان آرزرونی یا خاندان سلطنتی وقت مربوط می‌شد. بعدها در قرن 18 میلادی اون نقاشی‌ها پوشونده شدند و تصاویر جدیدی از داستان‌های کتاب مقدس به جای اونها ترسیم شد. گفته میشه مانوئل سازنده این کلیسا در حالی که در مجاورت این بنا نشسته بود دچار سکته میشه و فوت میکنه. در نهایت اون رو به همون حالت نشسته روی صندلی بین دیوارهای کلیسا دفن میکنن. بر روی دیوارهای کلیسا نقاشی‌های زیبایی از داستان‌های مذهبی مثل داستان آدم و حوا، یونس پیامبر، حضرت داوود و قوم جالوت و داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل وجود دارد. هرچند ما نوری داخل کلیسا ندیده بودیم، اما جایی شنیده بودم برق جزیره از طریق یک نیروگاه انرژی خورشیدی کوچیک تأمین میشه. طی جنگ‌های ادوار مختلف تاریخی مثل حملات مغول و جنگ‌های پی در پی ایران و عثمانی، خسارات زیادی به این کلیسای جامع ارمنی وارد شد. اما هر بار به خاطر اهمیتی که این کلیسا داشت، مرمت میشد. در دوران جنگ جهانی اول، ارامنه عثمانی به شکل فجیعی قتل عام شدند. طی این قتل عام که بعضاً از اون به عنوان هولوکاست ارامنه یاد میشه، حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر از ارامنه عثمانی کشته شدند. هرچند تا به امروز دولت ترکیه حاضر به رسمیت شناختن این نسل‌کشی نشد. طی همون دوره بین سالهای 1915 تا 1918 میلادی، با آغاز کشتار دست جمعی ارامنه و قتل عام کشیش‌ها توسط نیروهای عثمانی، این جزیره به یک منطقه متروکه تبدیل شد. نیروهای عثمانی علاوه بر کشتار همه راهبان و غارت اموال کلیسا و تخریب ساختمان‌های صومعه، کلیه کتب دستنویس کلیسا رو به داخل دریاچه ریختند و از بین بردند. این تنها تلاش برای تخریب این اثر تاریخی نبود. در سال 1960 میلادی ارتش ترکیه در پی آغاز انهدام بناهای تاریخی ارمنیان
مقادیر زیادی مواد منفجره رو با هدف انهدام کامل این کلیسا به جزیره آورد. این کار با مخالفت اهالی منطقه و متعاقب اون با اعتراضات بین المللی مواجه شد و در نهایت از تخریب این بنای تاریخی جلوگیری به عمل اومد. در جنگ ترکیه با کردهای منطقه هم این جزیره به عنوان یک پایگاه نظامی مورد استفاده قرار می گرفت. طی این دوره بارها این کلیسا گلوله باران شد و بسیاری از حجاری های اون از بین رفتند. بعدها در سال 2004 میلادی دولت ترکیه کار مرمت کلیسا رو با هدف استفاده گردشگری از اون آغاز کرد. نکته جالب این که در ابتدا با نصب صلیب در بالای کلیسا مخالفت به عمل اومده بود. در نهایت مسئولان مربوطه با اما اگرهای زیادی متقاعد شدند که صلیبی رو به بالای کلیسای صلیب مقدس نصب کنند. در روی دیوارهای بیرونی کلیسا حجاری‌های بسیار زیبایی رو می‌بینیم که توسط سنگتراشان ماهر ارمنی ساخته شدند. موضوعات استفاده شده در سنگ‌نگاره‌ها عمدتاً از داستان‌های عهد عتیق و وقایع تاریخی خاندان آرزرونی گرفته شده. در بالاترین بخش دیوار سنگ‌نگاره‌ای از گاگیک یکم پادشاه واسپوراکان وجود داره. پادشاهی که جزیره آختامار رو به عنوان پایتخت حکومت خودش قرار داده بود. یک قبرستان قدیمی با سنگ‌هایی که دارای نقوش و کندکاری‌های تاریخی هستند، یکی دیگه از جذابیت‌های این جزیره به حساب میاد. به نظر میاد احتمالاً قدمت این قبرها به همون دوران تاریخی مربوط بشه. بناها و کاخهای پادشاهی واسپوراکان به دلیل جنگهای متعدد ویران شدند. ویرانه‌ها و آبادی‌های اطراف جزیره با بالا آمدن سطح آب دریاچه وان به زیر آب فرو رفتند و بخش مهمی از رازهای این جزیره رو با خودشون مدفون کردند. گشت و گذار ما در جزیره در همین لحظه به پایان میرسه و ما با همسفرانمون مسیر بازگشت رو در پیش میگیریم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی.